اونجا من استدلال کردم به این که من تصدیق میکنم که حقوق معلمین شاید کافی نیست و به همین دلیل هم این قانون رو آوردم و بودجه‌ام که به شما دادم. شما هر جوری که فکر میکنید که مصلحت هست، من موافقت دارم به این که برای تأمین حقوق بیشتری برای معلمین این قانون رو تصویب بکنیم. و این مطلب هم در مجلس در جریان بود که جریان وقتی من می آمدم به مجلس، یه روزی در مجلس نشسته بودم، آقای نبوی که معاون یعنی وزیر مشاور ما در امور پارلمانی بود آمد به من گفت که شخصی در خارج کاری با شما داره. گفتم که ببینید چه کار داره. رفت و آمد گفت که این شخص از سازمان امنیت است و میگوید که عده زیادی از معلمین آمدن در محوطه بهارستان و شروع کردند به دولت و اینها بد گفتن و پرخاش کردن. اجازه بدید اینها رو ما متفرق بخونیم. گفتم بگید به اون شخص که از سازمان امنیت آمده است به این که مطلقا بهشون کار نداشته باشه، به من بد میگن، یه به دولت بد میگن، به من بد میگن، بسید بگن و بهشون کاری نداشته باشه. این زمان تیم سپاه جوان رئیس بودن دیگه؟ نه نه نه، بختیار بود. بختیار بود. بختیار بود. بعد از چند دقیقه که اونجا نشسته بودم، من دو مرتبه نبوی رفت بیرون و برگشت آمد و گفتش که به 3 نفر تیراندازی شده و تیر خورده است و فلان ها و اونها رو بردن مریضخانه. من خیلی ناراحت شدم از این که ما کشمکشی با کسی نداشتیم و این جز یه تحریکی نمیتوانست باشه. بدون اجازه من مطلقا ممکن نبود که ما فقط بخوام تیراندازی بکنن. همچی اجازه داشت کسی که بدون اجازه؟ نه خیلی. حالا بعد فهمیدم که یک سرگرد شهرستانی نامی بود که رئیس پلیس اون پلیس ناحیه مربوط به مدرسه و اینها بود. این آمده بیرون و بدون مقدمه با کسی صحبتی کرده است که اینها اومد چیزی در آورده و تیراندازی کرده است و 3 نفر رو بهشون تیر اصابت کرده بود که من جمله دکتر خانعلی بود. اون 2 نفر گویا معالجه شدن ولی خانعلی فوت کرد. اینو شروع کردن به جنجالی درست بکنن. البته در این اقدام آقای درخشش هم آتش بیار بود، برای اینکه او چیز معلمین بود، رئیس کانون معلمین یا گروه معلمین یا اسمش درست یادم نیست. این هر روز یک محل اجتماعی داشتند و میرفت اونجا نوت میکرد و کارهای میکرد و اینها. چی شده بود که اجازه این کارها دورانتوی داده میشد؟ چون یه مدتی که این حالا مسئله همین بود که من از گوشه و کنار قرائنی میدیدم که تحریکاتی در کار هست و مسائل عادی نیست. من جمله مثلا روزی که همین پیش آمد کرده بود، درخشش اعلان کرد به این که هر معلمی یه مبلغی بریزه به حساب معینی در بانک ملی که ما پول داشته باشیم که بتونیم مبارزه بکنیم. بعد از 1-2 روز که من از بانک ملی پرسیدم که به اون حساب پولی ریختن یا نه، معلوم شد 100,000 تومان یه قلم یکی ریخته، ولی خوردریز که معلمین پولی داده باشن هیچ در کار نبود. اینا همه نشانه هایی بود که یک دسیسه‌ای در کار هست. و بعد وقتی که خانعلی تیر خورد، بنده شب یه روزی که شبی که منزل استراحت میکرد حسن بکنم، ساعت 11:30 تقریبا بود، در زدند و رفتم دم در، دیدم که
تیمسار اویسیه، اون وقت رئیس گارد بود. گفت که علازت فرمودن که شما بیاید به کاخ مخصوص کار لازمی دارن. گفتم که چه اشکال داره من صبحی بیام خدمتشون، که حالا وقت استراحت خودشون هست و اینها، منم الان لباس بپوشم اینها معتم. گفتن نه، فرمودن لباس بپوشید بیاید. لباس پوشیدم و رفتم به کاخ. اونجا رئیس شهربانی نصیری بود اون وقت، نصیری اونجا بود. معاون بختیار هم اون علویکی هم بود اونجا. اونجا صحبت شد، علازت فرمودن که فردا قرار است که شیطنت هایی بشه و کارهایی بکنن به اینها. گفتم چه بشه، چه چیزی فلان ها. و گفتن که بله، این جنازه رو میخوان را بندازن و شروع بکنن و از این حرفا. گفتم جنازه اشکال ندارد که ترتیبی داده بشود که صبح زود ببرنش دفنش بکنن. البته بایدی که با رئیس فامیل خانلی مذاکره کرد و طبق اطلاعی که من دارم، یعنی خود نصیری گفت که یه سرهنگی هست در سازمان امنیت که ارشد افراد فامیل خانلی است، ما به اون میگیم و ترتیبش میدیم که این چیز رو ببرن قم دفن میکنن. و مطالب به این صورت اونجا مذاکره شد و تقریبا تمام شد. و بعد مسائل دیگری رو علازت مطرح کردند و من آمدم منزل. تقریبا نزدیک های 3 بعد نصف شب بود که من رسیدم منزل. بعد دو مرتبه استراحت مختصری کردم و طوری رفتم سر کار که ساعت 7 پشت میز کارم بودم. تلفن کردم به نصیری، صبح زود هنوز نبودش اونجا. بعد 7:15 و 7:30 شد و باش تماس گرفتم و گفتم آمبولانس فرستادید که جنازه رو ببرن ها؟ گفت فرستادیم آمبولانس پیدا کنه، آمبولانس هم گیر نیومده. و از این حرفا من تعجب کردم. بعد 7:15 شد و 7:30 شد و بعدم ساعت 8 که گفتم، گفتش که معلمین آمدن اونجا دور بر جنازه و دیگه حالا مشکلی که ما جنازه رو دستشون بگیریم مگر اینکه زد و خوردی بکنیم. گفتم نه دیگه، هیچ کارش نداشته باشید، بذارید هر کاری که میخوان آزادانه بکنن و دیگه ممانعتی هم نکنید. بله، از اونجا بنده اطمینان پیدا کردم به اینکه دستایشی در کار هست و ما بی خود داریم تقلای بی جا داریم میکنیم. عرض کنم که جمعیت را افتاد از خیابان پهلوی که بیاد بالا سراح شاه و بعد میرفت سمت مجلس. موقعی که میامد علویکی ها به من تلفن کرد که یه افسر خارجی است که سوار جیپه و میاد با افرادی در اون جمعیت تماس میگیره. گفتم اون افسر رو توقیفش بکنید. بعد از چندی تلفن کرد، یه افسر با لباس نظامی خارجی هست. گفتم که توقیف کردید اون شخص رو؟ گفت نه، اون رفت و نشد اینا. من دیدم اصلا یه جریاناتی خارج از اختیارات بنده داره صورت میگیره. اسم من نخست وزیره ولی من هیچ در این مسائل اون اثری ندارم. هرچی باید بشه خودش میشه و این ترتیب صحیح نیست. مجلس داشتیم، بعد مجلس که من رفتم روز پنجشنبه بود، باز همین صحبت چیز مطرح شد و خانلی و شروع کردن به تظاهرات خیلی شدید و شعار دادن و چه اونها، هم وکلا هم در خارج. سردار فاخرم به علت بودجه که خواسته بود برای ساختمان بهش نداده بودم، اونم بعدش نمیومد که چیز بکنه، قد قلیستر بکنه مطلب رو. جعفری که سابقا وزیر فرهنگ بود در زمان زاهدی، این یه قانونی گذاشته بود که حقوق معلمین رو اضافه بکنن و این قانون رو نتونسته بودن اجرا بکنن به علتی که اعتبار نبود.
جعفری بلند شد گفتش که اون قانون گذشته است و قانون باید شما عمل بکنید اینها. گفتم آقای جعفری شما خودتون وزیر فرهنگ بودید و قانونم که وقتی گذشته بود شما خودتون تصدی کار داشتید، چرا خودتون عمل نکردید؟ در این موقع که من این رو داشتم به جعفری میگفتم، صدف آخر نعره زد که شما حق ندارید به وکیل مجلس اعتراض بکنید و اینجا مجلس و از این حرفا. بندم دیدم که زمینه ایست که میخوان جنجال درست بکنند اینها. کوتاه آمدم من. از طرف دیگر دو نفر از وکلا، یکی اون بهبهانی، یکی هم وکیل ارسلان خلدبری، اینها چیز کردن، استیضاح کردن دولت رو. اینا با امینی همکاری داشتن. استیضاح چیز خیلی جالب بود. بهبهانی رفته بود اسکی کرده و پا شکسته بود، نمیتونست بیاد. همون روز آمده بود مجلس و هنوزم قسم نخورده بود که بتونه اصلا شرکت بکنه در رأی و اینها. و برخواست و گفت که من بگید که قرآن بیارم، قسم بخورم میخوام که کاریست انجام بدم اینها. گفتن مذاکرتون اشکال نداره، صحبتتون بیاد بکنید و رأی شما فرد نمیتون بدید. گفت اگه همچینه من دولت استیضاح میکنم. منم بلا فاصله پشتم گفتم استیضاحش رو خواهش میکنم مطرح کنید، من الان حاضرم که جواب بدم. ولی صدف باخر گفت نخیر، ما باید وقت بگذاریم که مطالعه بشه و فلان ها و به عقب انداخت. بعد از این که من به جعفری اون مطلب رو گفتم و صدف باخر این صورت عکس‌العمل نشون داد، من مقتضی دیدم که از این فرصت استفاده بکنم و به صورت قهر از مجلس آمدم بیرون و آمدم پایین که برم. یادم است که مرحوم جلیلی آمد پیش من، جلیلی یزدی با من دوست بود. کجا میرین؟ گفتم که من دیگه توی مجلس پا نخواهم گذاشت. فهمید که من رفتم که مثلا استفا بدم پرانها. گفت آقا بیاد، ما الان خودمون جبران میکنیم. نه، گفتم نه فایده نداره. رفتم اداره، نشستم اونجا و استفامو نوشتم و با دست خطی هم نوشتم که به ماشین یار ندادم، فرستادم برای علاسه. بعد کیفمو برداشتم آمدم منزل دیگه، ماشینم فرستادم رفت. نشسته بودم، بعد از یه نیم ساعتی اویسی باز آمد اونجا. اویسی آمد و اتفاقا خانومم رفته بود به مسافرت و منزل ما هیچ کس نبود و خودم آمدم اونجا دم در و گفتش که علازت فرمودن که شما بیاد به کاخ. گفتم که من متاسفانه نمیام الان. یه خود ناراحت شد و اینها، گفتش که شما چرا اینجور حرف میزنید و چرا همچین میکنید و شما مرد وطن پرستی هستید و علازت فرمودن که بیایید، چرا میگید نمیام؟ گفتم من یه خود عصبانی هستم اینها، شاید بیام اونجا و خارج از ادب یه مطلبی از زبانم خارج بشه، مسلحت نیست، بذار یه خود آرام بشه و بعد. گفت نه، علازت فرمودن که حتما بیایید. و مثل این که مثلا فرستاده بودن که من در هر حال برم. گفتم من ماشینم ندارم اینا. گفت ماشین من اینجا دم در رسو. با هم رفتیم، بالاخره رفتم اونجا خدمت علازت و علازت فرمودن که چرا استفاده دید شما؟ گفتم که شما قرار بود که دیروز سفارش بکنید به آقای سردار فاخر که مراقبت بکند که بی خودی اشخاص پرتپلای نگوین. خود سردار فاخر از همه بدتر با من رفتار کرد و این نشانه این است که بنده با این مجلس همکاری نمیتونم بکنم، چون فکر علازت تصدیق میکنید که یه نخست وزیر باید اونقدر پرستیژ داشته باشه که بتوانه کارها رو بگردانه اینها، و با این وضعی که پیش آمده اینها بنده مصلحت خودم دیگه نمیدونم که به خدمت ادامه بدم و از این لحاظ دیگه استعفا و خدمتون تقدیم کردم. فرمودن که تو حالا یه خود عصبانی هستی اینها، فعلا برو منزل
من خیلی بخونم و اینها، بعد به شما خبر میدم و به شما تلفن میکنم. من یا آمدم بیرون، آمدم و آمدم منزل و جمعه خبری نشد، به من خبری ندادند و شنبه صبحی تلفن کردن علی‌حضرت که من چون دیدم شما خیلی پافشاری میکنید استعفاتون رو پذیرفتم و اینها، و گفتم پس اجازه بدید که من هیئت دولت رو دعوت کنم به نخست وزیری و استعفای هیئت دولت رو بنویسیم و دست جمعی. استعفای دولت رو تلفن کردیم، همه وزرا آمدن دو استعفا رو نوشتیم و فرستادم برای اعلیحضرت و خودم رفتم به کاخ مرمر. کاخ مرمر که رفتم دیدم که امینی اتاق دیگه است، اعلیحضرت وسط نشستن، منم این اتاق این طرف بودم و برای خواستن. وقتی من رفتم دیدم اعلیحضرت یه قیافه خیلی ناراحتی و چشما قرمز و اینها، معلوم بود که شب خوابشون نبرده و خیلی ناراحت و وضع غیرعادی دارن. رفتم اونجا و استعفا دادم خدمتشون و استعفا رو خوندن و گفتن که یه عبارتی درش بود که یه خود دو پهلو بود به اصطلاح. گفتن اینو چرا اینجور نوشتید؟ گفتم که اشکال نداره، هر جور میخواد عملش بکنم، غرض استعفاست. حالا عبارت رو گفتن نه حالا باشه نموند و من مرخص شدم و گفتن که من از شما خیلی خدماتتون متشکرم و از این که در این مدت همیشه من میدونم با کمال وطن پرستی خدمت کردید، از این تعارفات کردن و اینها، و من خدافزی کردم و آمدم رفتم منزل و امینی شد نخست وزیر. این جریان چیز نخست وزیری، مدت نخست وزیری بنده بود که مواجه با یک سلسله از این قبیل مشکلات و اینها بودم و متاسفانه با این که فرصتی بود که بتوانیم خدماتی هم بکنیم و مقدماتی هم فراهم شده بود، من جمله مهمتر از همه مسئله بودجه بود که از تصویب مجلس هم به زحمتی گذروندیمش و در مجلس سنا میدونید که بودجه نظر مشورتی داره، یعنی دیگه اساسش نمیتونن به هم بزنن مگر اینکه یه جهت عدیلاتی بکنن به اینها. و موقعی که امینی آمد بعد از چند روز مجلس رو منحل کرد، تقاضای انحلال مجلس رو کرد و مجلس منحل شد و بعدم اعلان کرد که ما ورشکسته هستیم، که من واقعا تعجب کردم که به چه دلیلی همچین مطلبی رو گفت و این موجب یک سلسله مشکلات زیادی در روابط تجاری ما کرد که تجار مثلا اگر میخواستن افتتاح اعتبار بکنن بایستی که 100% پرداخت بکنن تا اینکه براشون افتتاح اعتبار بکنه، از این کارهای اینجوری پیش آمد اینها و دیگه افتاد به سلسله مسائلی که تمام وضع غیرعادی بود. البته امینی اون وقتی که آمده بود برنامه که داشت این بود که به یک صورتی یا اعلیحضرت رو از جا بکنه یا اختیاراتش رو به کلی از بین ببره به نظر من. ولی بعد از اینکه اینجا در امریکا کندی به قتل رسید، این جریان همش دیگه از بین رفت و متوقف شد، دیگه کار نتونست بکنن که مجبور شد به استعفا داد. و در تمام مدتی که امینی در رأس کار بود تمامش تشنجات و اینها بود، چون خب اعلیحضرت که مایل نبود و باشه و برخلاف میلش آمده بود، خود اعلیحضرت هم که بالاخره هرچه بود بیشتر امکانات داشت که کاری بکند که او نتوانه عملی برخلاف مصالح او بکنه، اینها این بود که یک وضع غیر عادی بود تا اینکه امینی استعفا داد و علم آمد. زیادی هم گرفت و خیلی اولی که آمد اصلا یه زیادی رو بدون اینکه اصلا
دلیلی در کار باشد و اینها، یه عده زیادی رو داد توقیف کردن و بعدم برای عده داد پرونده بررسی کردن، پرونده درست کردن و تعقیبشون کردن. اینها برای خود من هم دستور داده بود که پرونده بگردن پیدا کنن، چیزی که نتونستن پیدا کنن همون مسئله کود شیمیایی بود که توضیح دادم قبلا، اونو روبرا کرد اینها، ولی دیگه عمرش هم وفا نکرد به اینکه کاری بتونه انجام بده، همجور که موند. دیگه اون وقت بعد علم آمد و از نو دو مرتبه انتخابات شد و اینها، که اونم جریانش خیلی مبسوط و بخشتانه که دیگه ارتباطی با من نداره. متأسفانه در ایران ما حزب به معنای واقعی نداشتیم و احزابی که عمل میکردن یک صورت ظاهری بیش نبودن و کسانی که به سمت نخست وزیری انتخاب میشدن، اینها اغلبشون افرادی نبودن که برنامه مطالعه شده و با یک گروه مشخصی همکاری کرده باشن قبلا و بررسی های کرده باشن، وزراشون معلوم باشه که کیا هستن و چپن، راستن، سوسیالیستن، دیکتاتورن، چجورن، طرز فکرشون چیه، اینا هیچ مقدماتی در بین نبود. خیلی پیش که اولا دولت ها برای چند ماه بیشتر نبودن، دو سه ماه بیشتر طول نمیشته که عوض میشدن و اینا تا میامدن که برنامه شون رو به تصویب برسونن و بودجه بیارن و چه بکنن فلان ها، باید عوض میشده یکی دیگه میامد. اولین دولتی که یه قدر دوام آورد اقبال بود که 4 سال نخست وزیر بود. قبل از او کسانی که بودن یا وضعشون طوری بود که مواجه با یه سیاست های حادی می شدن، یا اینکه مورد مثلا خود زاهدی مورد پسند اعلیحضرت نبود، هیچ وقت یک صمیمیتی فی ما بین نبود که تقویت بشه و اینها، و اونها هم البته تا زمان اقبال نخست وزیران بهتر می توانستن که وزراشون رو مستقلن انتخاب بکنن. مثلا زاهدی وزراش رو البته انتخاب می کرد و بعد به عرض می رسون، ولی بعد از او تردیدی نیست که نخست وزیر اسامی رو که تهیه می کرد می رو برد پیش اعلیحضرت می دیدن. اون وقت کسانی رو که اگر میل داشتن که عوض بشه و اینها، تذکر میدادن که این مثلا مناسب نیست یا بهتر نیست که فلان کس باشه، اینها یه جو تعدیل خودشون میکردن. و بعد تصویب که میشد اعلام میشد و به خارج گفته میشد. ولی این مطلب متاسفانه بود که هیچ کسی با عده معین مشخص و با برنامه روشن مشغول کار نمیتونست بشه، برای اینکه مثلا من خودم تا روز قبلش اصلا خبر نداشتم که من ممکن نخست وزیر بشم، در این صدد هم اصلا نبودم، چون من با هر دولتی یه کار میکردم با همون نخست وزیر صمیمی بود میبودم و کارو میکردم دیگه، بر علیه او نمیتونستم که اقدامی بکنم. از این لحاظ من اطلاع نداشتم که ممکنه نخست وزیر بشم تا اینکه آمادگی داشته باشم و پیش بینی هایی کرده باشم اینها. بعد میگفتم 24 ساعت شما بایستی که وزارتتون رو بدهید صورتشو و اعلام بکنید. در یکی دو مورد من مجبور بودم که به علت اهمیتی که مطلب داشت پافشاری بکنم، ولی در سایر موارد اشکال زیادی نداشت که مثلا یه تغییری داده بشه به جای یکیشون دیگری باشه یا از این حرفا. این است که به یک طرز اصولی هیئت دولت ها تشکیل نمی شد که مطالعات خیلی دقیق قبلی شده باشه، برنامه های مشخصی باشه. و البته وقتی که دولت تشکیل می شد تازه می شستن و برنامه تهیه می کردن. مثلا کاری بود که من خودم دو مرتبه کردم. دولت که تشکیل می شد از هر وزیری می خواستم که راجع به وزارتخانه خودش بررسی بکنه و یه برنامه بیاره، اون وقت این رو در هیئت دولت ما بررسی میکردیم و جرح و تعدیل میکردیم، به صورت برنامه دولت در میآورد.
این روش رو بهتون این معمولیت دادم وقتی تشبودی منزل، خب یه عده دوست آشنا یا کسایی که هم تک باشن بودن که مثلا با اون یکی دو نفر بشینید مشورت کنیم خب حالا کیو بیاریم کیو نهیریم کی خوبه کی باید. البته مختصری مشورتی که ناچار بودم بکنم با بعضی اشخاص که اطمینان بهشون داشتم که اینها بی نظر هستن، بی غرض هستن و خیرخواه هستن، باشون مشورت میکردم، برای اینکه واقعا خوب مشکل بود که یک افراد شایسته ای رو برای همه پست ها انسان انتخاب بکنه. البته بعضی از پست ها بود که همونجور که گفتم مثل پست وزارت خارجه بود، پست وزارت جنگ بود، بعد فرماندهان قوای انتظامی مثل فرمانده ژاندارمری، پلیس، سازمان امنیت، اینا همه رو خود اعلیحضرت نظر داشتن و اینا هیچ دیگه در دومن و اختیار نخست وزیر نبود. خودشون می‌فرمودن که مثلا بختیار رئیس سازمان برنامه سازمان امنیت باشه میمونه، ولی راجع به سازمان برنامه وزارت اقتصاد، وزارت دارایی یا سایر وزارت پست گراف غیره اینها، اینا انسان میتونست که دیگه وقت اشخاصی که سوابقی دارن و اولا سعی بنده خودم که اینطور بودم که سعی میکردم که دو نفر از وزرای سابق رو بیارم در کابینه بعدی، برای اینکه اونهایی که در کابینه قبل بودن یه سوابقی داشتن و از جریان مسائل و اینها با اطلاع بودن، اگر ما میخواستیم یه تصمیماتی در اون مسائل بگیریم اونها سوابق رو میتونستن توضیح بدن به دولت. و بعد هم راجع به اغلب وزرا بنده سعیم بر این بود که کسانی باشن که در اون وزارتخانه سوابقی داشتن، فرض کنید که مثلا دو ساله 6 مرتبه 7 مرتبه وزیر بهداری شده بود، یا مثلا دکتر صدیق چندین مرتبه وزیر معارف شده بود، یا دکتر سجادی که کارهای اقتصادی رو میکرد سالهای سال در مسائل حقوقی و مالی و اقتصادی مملکت دخیل بود و وارد بود، اینجور اشخاص رو انسان میگشم با مشاوره با خود اینها که اصلی بودن، 3-4 تای اولی با اونها مشورت میشد و وزیر کشاورزی و پوستلگراف و کار و راه و غیره اینها رو وقت انتخاب میشد. کسانی بودن مثلا از وزرای که قبلا آشنایی زیادی باشون نداشته باشین ولی سابقه شون؟ بله خب بودن اشخاصی که مثلا فرض کنید که برای وزارت دادگستری من آیه ممتاز رو انتخاب کردم. البته ممتاز رو من به علت امتیازات اخلاقی که داشت، که معروف بود یک قاضی فوق العاده محکم و صحیح العمل و شخص خیلی قابل اعتمادی است، بر حسب مشورتی که با عده زیادی کردم برای وزارت دادگستری انتخاب کردم و انصافا هم مرد فوق العاده قرصی بود، یعنی به تمام معنای قاضی دادگستری خیلی خوشنام، صحیح العمل، محکم و غیر قابل نفوذ بود. اینجور افراد مثلا برای هر وزارتخانه ای از معاونین قبلی یا از وزرای قبلی می دیدم که ببینم صورت می آوردن که ببینم کدومشون مناسبتر و بهتر هستند و خوشنامترن که انتخاب بشند و به این ترتیب سعی می شد که افراد مناسبی رو انتخاب بکنیم. حالا اگر صورت وزرا رو نگاه بکنید، افرادی که من انتخاب کردم برای کابینه از لحاظ سابقه و سن و تجربه و اینها خیلی مردمان وزین سنگینی بودند و اغلبشون از لحاظ خدمت و اینها ارشد به خود من بودند، ولی من اشکالی برام نداشت که فرض کنم که دکتر سجادی که سالها وزیر خود من بود به عنوان نیابت
نخست وزیری ازش دعوت کردم و خب اونم پذیرفت که با من، چون منو میشناخت که من چه تیپ آدمی هستم و چه جور کار میکنم، اینها از این لحاظ مزاحمت نکرد و با همکاری کرد و من ازش خیلی هم واقعا متشکرم که کمک بسیار موثری بود برام کابینه از جهت فکر خوبی که داشت و خیلی از مسائل و جهات حقوقی و مالی و اقتصادی و غیره اینها همه وارد بود و از وجودش خیلی خوب میتونستیم استفاده بکنیم. نحوه انتخاب وزرا در زمانهای مختلف البته فرق میکرد. فرض کنید که کابینه ها رو که نگاه بکنید میبینید که افرادی که انتخاب شدن میزان قدرت عملی یک کابینه در چه حدوده، که سطح بالاتره یا سطح پایینتره اینها. بله.